چهلمین سالگرد انقلاب اسلامیه و خب چیزی که واقعا مشخصه این که این انقلابی که صورت گرفت در 57 انقلاب اسلامی نبوده. اگر انقلاب اسلامی بوده خواستهاش بعد اسلامی می بود، یعنی خواست شریعه بود، در دادگاه شریعه قوانین اسلامی، حجاب، جداسازی جنسی، سنگسار، قطع دست، اینا خواسته های جنبش اسلام سیاسیه، نه آزادی و برابری که مردم توی خیابون ریختن علیه دیکتاتوری شاه و برای خواسته های واقعا انسانی. اتفاقی که افتاد، این انقلاب از سوی جنبش اسلام سیاسی سرکوب شد و برای تثبیت اتفاقا رژیم اسلامی یک نسل کشته شد توی ایران. پس لطفاً به هیچ وجه نگیم که این یک انقلاب اسلامی بود، به هیچ وجه این انقلاب اسلامی نبوده و تا الان هم همون انقلاب نتیجه شما به وضوح میتونیم هنوز ببینیم در نسل جدید جامعه ایران. و شما اگه تاریخ جمهوری اسلامی رو نگاه بکنین، هر لحظهش سرکوب انقلاب 57 ایران بوده. لحظه به لحظه شما اعتراض زنان رو توی تهران نگاه کنین، اعتراض معلمان و اعتراضات برای دفاع از نبسته شدن روزنامه ها، ترکمن صحرا رو نگاه کنین، حق مردم تو دخالت، کردستان نگاه کنین، نسل کشی رو که جمهوری اسلامی توی جامعه ایران رو انداخته. اون جنبش اسلامی، نه مردم حق داشتن 57 انقلاب بکنن، همونطوری که امروز هم حق دارن انقلاب کنن. حکومت شاه اون دوران در همون نسبت تو همون دوران اجازه رفرم تو جامعه نمیداد. مردم اگه میخواستن جامعه را عوض بکنن، به شکل مدرنی بخوان زندگی کنن، به شکل جدید زندگی کنن، از دستاوردهای بشریت دهه 70 و آخر قرن 20 استفاده بکنن، امکانش نبود. به این خاطر مردم هیچ راه حلی غیر از تغییر سیستم حکومتی براشون به وجود نیامده بود. حالا خب جمهوری اسلامی متاسفانه حکومت و چیز انقلاب 57 گرفت، داغون کرد، 40 سال با رذالت، بدبختی و فقر و سرکوب و بیهوقی رو جامعه ایران چیز کرده، ولی جوهر انقلاب 57 رو نمیشه نادیده گرفت. و همون خاطر اینکه مردم امروز هم، یعنی این در واقع یک بیانیه، کسی که میگه مردم 57 حق نداشتن انقلاب بکنن، داره میگه مردم امروز حق ندارن برای جمهوری اسلامی انقلاب بکنن و اعتراض بکنن و سیستم حکومت اسلامی رو بردارن. و چیزی که همیشه الان مثلا اخیرا میبینیم اینه که انقلاب خیلی به طور منفی مطرح میشه، یعنی همش میخوان وصلش کنن به جمهوری اسلامی و این از اپوزیشن هم ما میبینیم، به خاطر اینکه به نظر من میخوان که راه حلی که برای مردم ایران بیارن راه حلی باشه که از بالا داره اعمال میشه، یا رژیم چینج از سوی دولت ترامپ، یا دوباره نیم پهلوی رو دوباره برگردونن به ایران و چیزایی که از بالا اعمال میشه روی مردم. انقلاب اتفاقا یک راه اساسی که مردم میتونن دخالت کنن، از بالا نه از پایین میتونن دخالت کنن، وضعیت رو تغییر بدن، دگرگون کنن. و اتفاقا خشونت آمیز نیست، اون دولت هاست که این خواستای مردم رو سرکوب میکنن و خشونت رو اعمال میکنن روی جامعه. انقلاب اتفاقا یک راه واقعا انسانیه که بشه وضعیت رو تغییر داد. دقیقاً، و حق مردمه. مردم همونطور که مردم سوریه حق داشتن بر علیه دیکتاتوری اسد توی سوریه اعتراض بکنن، متاسفانه نتیجهش خانه خرابی و ویرانی سوریه شد، نه به خاطر مردم، نه به خاطر اینکه مردم از حقشون اشتباهی استفاده کردن، به خاطر اینکه دخالت جنایت راست تو جامعه جنایت اسلامی و بمبارون و دخالت ترکیه، نگاه کن، آوردن باز کردن داعش روی دست روی زندگی مردم. جمهوری دست جمهوری اسلامی نیروهای اسلامی رو در جامعه ایران و در خاورمیانه کی باز کرد؟ این سوالیه که باید مطرح بشه. همون کسایی که الان دارن سعی میکنن، آقای بولتون سعی میکنه مجاهدین رو با یه جوری باشون کار بکنه، آقای بولتون و ترامپ سعی میکنن که، یا یه جریان راست جامعه ایران سعی میکنن که بیان همکاری بکنن با نیروهای اصلاح طلب و درون جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران ادغام بکنن توی ارتش رو، نیروهای امنیتیشو نگه دارن. این آلترناتیو حکومتی که میخوان از بالا بیارن و میخوان مردم، حق مردم رو، و در واقع وقتی میگن انقلاب 57 اشتباه بود، مردم حق نداشتن این کارو
بکنن میخوان بگن مردم امروز هم نه دخالت کنن، بخاطر میخوان یک سیستم رو از بالا رد بسته‌بندی کنن، مردم کنار بزنن. بعد میگن که انقلاب حق ما رو خورد. نه اتفاقا انقلاب برای حق مردم بود و این جنبش اسلام سیاسی که حق مردم رو خورد. ولی در ضمن از اون ور میخوان بگن که دخالت آمریکا میتونه یه کمکی باشه برای مردم ایران. مگه آمریکا کجا دخالت کرده که به نفع مردم اون کشورها بوده؟ توی عراق مگه بهتر شده؟ توی افغانستان مگه بهتر شده؟ توی کشورهای لاتین آمریکای لاتین اگر نگاه کنی مگه بهتر شده؟ در ضمن خود حکومت اسلامی نتیجه سیاست خارجی دولت آمریکا بوده توی اون دوره. تو دهه 80 میخواستن یک کمربند سبز دور شوروی اون موقع به وجود بیارن، از جنبش اسلام سیاسی دفاع کردن، خودشون اتفاقا در کنفرانس گوادلوپ تصمیم گرفتن که ترجیح میدن یه جمهوری اسلامی تو ایران باشه. قبلش هم که اونا از دولت دیکتاتوری شاه داشتن دفاع میکردن، یعنی هیچ وقت به نفع مردم نبوده. دقیقا. یکی از بیانایی رو که وجود داره اینه که اون انقلاب 57 و اصیل و رادیکالو یا جمهوری اسلامی یه طرف میاد میگه که مال منه و میاد اون انقلابو وصل میکنه به حکومت جمهوری اسلامی و سعی میکنه که به نام خودش چیز بکنه و هیچ بخشی از شما از رادیکالیش نکنه، در حالی که خودش سرکوب کرده اون انقلاب رو. از طرف دیگه کسایی که میگن آره جمهوری اسلامی همون انقلابه، مخالفین راستش هم همون حرفی میزنن، در واقع همون بیانو دارن میکنن، همون تعریف میکنن. این وسط چیزی که وجود نداره حق مردم برای انقلاب کردن، این چیزی که وجود نداره تاریخ واقعی انقلاب ایران رو در واقع نوشتن و تعریف کردنه. من میگم که دستاورد مهمی رو که انقلاب 57 داشت و به نظر من جوهرش همین امروز داره ادامه پیدا میکنه، شما نگاه کنید تمام اتفاقاتی رو که توی سال 57 58 59 اون نورد رو که توی جامعه ایران بود هنوز هم داره ادامه پیدا میکنه. این که الان دیگه کاملا معلوم شده نتیجه این 40 سال نورد مردم ایران که در اصل 57 و قبلش هم شده با جمهوری اسلامی و جنایت اسلامی شده اینه که امروز جامعه ایران کاملا اینو به عنوان پرچم تو خاورمیانه بلند کرده و معلومه جامعه ایران میگه ما حکومت مذهبی دیگه نمیخوایم. این یکی از دستاوردهای مهم این اتفاقاتی که افتاده تو 40 سال گذشته. جامعه ایران که جوهر رادیکال شهر همون انقلاب 57 میگه که ما یه زندانی زندگی انسانی میخوایم که نه جمهوری اسلامی میتونه بیارش نه حکومت‌های دیکتاتوری بسته‌بندی شده یا جنایت سکتاریست مثل مجاهدین و مذهبی. جامعه ایران میگه ما یه سیستم عدالتی میخوام که نه در بر مبنای انتقام باشه بلکه بر مبنای بازسازی انسان و انسانی باشه و انسان در وسطش قرار بگیره. نسل جوان اینو میخواد، جدا کردن نسل جوان امروز و خواستاش با اون جنبش رادیکال 57 و همه اینا رو بسته‌بندی کردن دادن به دست جمهوری اسلامی از دو طرف، همه این بیانا در واقع ضد خواستای مردم امروز ایران. چیزی که واقع داره این که انقلاب واقعا جامعه رو و دنیا رو دگرگون میکنه. ما اگر نگاه کنیم هنوز که هنوزه در رابطه دستاوردهای انقلاب فرانسه صحبت میکنیم، در رابطه دستاوردهای انقلاب بلشویک روسیه صحبت میکنیم و تاثیراتش برای حق انسان. و واقعیتش اینه که انقلاب ایران هم تأثیراتش هنوز خیلی مشخصه تو ایران. اگر به جنبش‌های اعتراضی سیاسی اجتماعی تو ایران نگاه کنیم اینا همش از همونجا شروع شده، سیاسی بودنشون، سکولار بودنشون، مدرن بودنشون. این واقعا وقتی نگاه میکنیم به اعتراضات مردم ایران امروز میبینیم که این ادامه همون انقلاب 57، این تاریخ شکست نخوردگانه و این اون چیزیه که امید میاره برای تغییر واقعی توی جامعه ایران. نه جمهوری اسلامی، نه ترامپ، نه بولتن، نه ظریف، نه اصلاحاتی که اصلاحات نیستن در دنیای واقعی، بلکه همون جنبش و مبارزه مردم برای دگرگون کردن جامعه به نفع انسان.